رادیو زمانه. سلام میکنم خدمت همه. من اصلا عادت ندارم اینجوری رو صحنه باشم. احتمال داری که خورده توپق بزنم. عادت دارم بخونم. اولین باری که قرار از روی متنی بخونم. این یه رمانیه که توی داستان 7 ساله است که توی 14 فصل هر فصلی شروع میشه با یک بهار یا با یک پاییز، و چون که تجربه قصه خونی نداشتم برام سخت بود انتخاب کردن که چه تیکه‌ایشو بردارم که بتونه گویای کل داستان باشه. بازم نمیدونم موفق بشم یا نه. پیشا پیش از حوصله‌تون تشکر میکنم، به خصوص حوصله پیشکسوتای عزیز. بهار 1371. سر در نمی آوردم. از هر طرف که قضیه رو جمع می کردم باز از یه طرف گوشه دیگش بیرون می افتاد. هر کاری می کردم می دیدم این جدول ناقصه. هیچ راهی هم پیدا نمی کردم. آخر کار ما به کجا می رسید؟ اصلا به جای می رسید؟ اونقدر همه چیز تکراری و کسالتبار شده بود که افق دیدم تیره و مبهم شده بود. نمی دونستم که در همیشه روی پاشنه نخواهد چرخید. از هرسم پای نوشتم و خط خطی کردم و دفتر رو بستم و درسته پریدم توی رخت خواب. صبح خروسخون بیدار شدم. پنجره رو باز کردم و هوای تمیز صبح رو با تمام توانم توی ریه‌هام کشیدم. با استشمام بوی گلای خرزهره که هر تنابنده از اون بدش می آمد سر حال اومدم. انگاری که توی این دنیای گل و گشاد فقط من بودم که این گیاه مادر مرده رو دوست داشتم. خلاصه اونقدر دور خودم چرخیدم که وقتی به خودم اومدم 2 ساعتی گذشته بود. لباسمو عوض کردم و دستی به سر و روم کشیدم و آهسته رفتم پایین. دیدم بمانی صبحانه رو چیده و دست دست میکنه و منتظر ماست. مادرم از در آشپزخونه بیرون اومد در حالی که مردد بود چه جستی برام بگیره. منم خیلی بی‌اعتنا مثل خودش رفتار کردم. یه سلام بلا تکلیف پرت کردم وسط آشپزخونه و نشستم سر میز و تا آمدن بقیه شروع کردم به خوندن مجله. راه حلی برای فرار از نگاه‌ها و همینطور یه جور جست روشن فکر مآبانه بود. چه دنیای کوچیکی داشتم. باری داشتم یه نقد از فیلم مخمل باف رو میخوندم و این در حالی بود که حواسم به همه چیز بود مگر اون مقاله. پدرم که اومد تقریبا همه داشتن همزمان وارد آشپزخونه می‌شدن و اینطوری همه سلام و صبح بخیرها با هم قاطی شد و منم نفس راحتی کشیدم. اوقات تلخی دیشبم آمدانه به فراموشی سپرده شد. پدرم با لحن جدی و مهربانش گفت: نیوا جان، بابا باز موقع خوردن داری چیز می‌خونی؟ دخترم هر کاری به وقت خودش. منم که فلواقع اینو دستاویز کرده بودم تا موقعیت رو بسنجم و از رندی‌های مادرم کم نیارم، با کمال میل مجله رو بستم و گذاشتم کنار که این بار امیر بی مقدمه پرسید: تکلیف مقاله من چی شد بالاخره؟ با خنده گفتم: آبشو کشیدن چلو شد. مادرم نتونست آروم بمونه و شد همون مامان همیشه. با پرخاش گفت: پس دانشگاه میری که این لاتایلات رو تحویل برادرت بدی دیگه، نه؟ اما من آروم گفتم: خب مگه من دبیر سرویسم، از من خواست مقالش رو ببرم، منم بردم. اما دیگه پیگیریش با خودش، من 200 میلیون کار انجام نشده دارم هنوزها. باز آناهید با لحن مظلوم و بغضارش وسط رو گرفت که: ای بابا، اگه آخرش ما همه سوء هاضمه نگرفتیم صبحانمونو بخوریم دیگه. بالاخره یه صبحانه بدون بحث سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و مذهبی رو صرف کردیم و یکی یکی رفتیم سوی کاروبار خودمون. بمانی ستون نامرئی خونه ما با آرامش داشت میز رو جمع میکرد. من و آناهیدم میخواستیم کمکش کنیم که امیر با شیطنت اومد کنار گوشم و در حالی که داشت دکمه پیرهنش رو میبست زمزمه کرد که: خب تو داری به توده مردمت کمک میکنی، همشیرم داره ثواب جمع میکنه. آناهید خندید و گفت: لا اله الا الله. منم توی گوشش جیغ کشیدم: جعفر. با چشمای تنگ شده از جا پرید و با عصبانیت داد کشید:
خدا خیلی به ناصرالدین شاه رحم کرد که تو گلنارش نشدی با این صدای نکرت و با عصبانیت رفت و ما ستا توی آشپزخونه ریسه رفتیم از خنده. یکی یکی از در بیرون می رفتن و یه خداحافظ دم در توی هوا پرت می کردن و بعدم صدای تلق بسته شدن در. منم بالا داشتم توی اتاقم با وسایلم کلنجار می رفتم. کدومو ببرم، کدومو نبرم. کیفم همیشه مثل توبره مارگیرا بود. البته مارگیرای خونه به دوش. همه چی توی اون بود و همیشه تو خیابون کچکج را می رفتم. از بس که توی این توبره بزرگ و سنگین بود. اینطوری با افکارم درگیر بودم که آناهی در زده بود و نشنیده بودم. وقتی وارد شد جا خوردم. بی مقدمه پرسید فردا شب عروسی که میای؟ گفتم هنوز نمیدونم چطور. گفت میخواستم خواهش کنم که بیای تا شاید کدورتا کمرنگ بشن. واقعا زندگی ارزش نداره که حرفشو بریدم و گفتم باشه شاید بیام. اما فعلا به کسی حرفی نزن لطفا. خب با لبخند رضایت زود از اتاق رفت بیرون. بعدم از توی پله‌ها صدای خدا نگهدارش رو شنیدم و بازم صدای تلق در. بخش بعدی از همین فصل با یه فاصله 3-4 روزه. پنجشنبه صبح من و فرهناز از خونه راهی شدیم. تازه از در که بیرون زدیم پرسیدم حالا کجا قراره بریم؟ اما پاسخی نگرفتم یا انگار اصلا نشنید. تقریبا هیچ حرفی نزدیم و از رفتن به سمت میدون توپخونه دستگیرم شد که بیشک راهی بهشت زهرا هستیم. میدونستم که فرهناز به شوق بهشت زهرا از کرمان راهی تهران میشد. قدم زنان رسیدیم به مزار رضا. بهتر دیدم که تنهاش بذارم و به بهانه خوندن سنگهای کناری آروم آروم دور شم. روی سنگا رو میخوندم. اینم نوعی مرض مزمن بود که اسم کوچیک و تاریخ تولدهای روی سنگ مزارا رو بخونم. اما اینجا اکثریت قریب به اتفاق متولدین دهه 40 و چه غم انگیز. آخه به چه گناهی؟ برای چی؟ برای کی؟ رضا میگفت برای حفظ کیان. رضا جانم کدوم کیان؟ دشمن توی پستو بود. دشمن اصلی. دشمن توی خونه ریشه کرده بود. یعنی میشد ریشه رو خشکوند؟ اون دشمنی که با توپ و موشک بیرون مرزا بود به سرمایه های مادی ما چشم داشت و همه دنیا هم پشتش بودند. اما دشمنی که تو پستو بود چشمش به سرمایه های انسانی ما بود و تقریبا یک نسل رو از لب تیغ دو لبه گذروند. تیغ عریضی که یه لبش تو جبهه های جنگ و لبه دیگش تو خیابونا و توی زندانا داشت جوونا یه نسل رو سر می‌برید. و کم نبودن خانواده هایی مثل ما که زخمی هر دو لبه شده بودن. به صدای فرهناز از خلوت غمگینم بیرون اومدم که پرسید بریم قطعه 4 و پیاده گس کردیم و توی راه از زمین با آسمون ریسمون بافتیم. وقتی رسیدیم به مزار خاله فرح و شوهرش من آب آوردم و هر دو سنگ رو شستم و فرهناز لاله های زردی که خریده بود و روی سنگ ها چید. البته برای پدر مادرش لاله خریده بود وگرنه برای رضا که میخک سفید. آخه رضا عاشق میخک سفید بود. اون سالا هر وقت رضا برای چند روز به مرخصی میامد تهران، حتی شده برای 3 یا 4 روزم که بود، همیشه یه دسته میخک سفید و پرپر روی میزش بود. رضا علارغم پرکار بودن و همیشه مشغول بودن، اما اتاق مرتبی داشت و یه دسته گل جز لاینفک چیدمان اتاقش بود. خودش هم با ظاهر شوق و شلوغش اما درون احساساتی و غمخواری داشت. مثلا وقتی من و آناهید به سن بلوغ می رسیدیم ششدونگ حواسش به ما دوتا بود. وقتی آناهید حجاب گرفت تنها کسی بود که اونو دست نمی انداخت و حمایتش می کرد. یه بار نشست و حسابی با آناهید صحبت کرد و حجت رو باش تموم کرد. مثلا به آناهید گفته بود سعی کن تدینت حجاب نباشه. حجاب هدف نیست، وسیله است. همینطورم یه امر شخصی. نه کسی میتونه کسی رو مجبور کنه به داشتنش و نه مجبور به برداشتنش. اگه پشت تصمیمات تفکری باشه باید که قدمات محکم برداریم.
وقتی که من مرتب زیر لب زمزمه میکردم و بقیه سرم داد میکشیدن که انقدر وزوز نکن، یا وقتی مادرمون میگفت که هوای خوانندگی به سرت نزنه که نه آب میشه نه نون، اونم توی این مملکتی که همه چی قدغن شده، رضا میگفت که به جای جهت دادن به پرورش تواناییاش هی ذوقشو کور نکنین، هسته شخصیتشو ترور نکنین. هرچند به اقتضای شرایط اجتماعی من بالاخرم سرخورده از آواز و رقص رفتم دنبال نقاشی. اولین نوار کاست که بنای آرشیو منو گذاشت یه آلبوم از هنگام اخوان بود که رضا برام از دستفروش‌های کنار خیابون انقلاب خریده بود. اون روز وقتی که به خونه برمیگشتیم برای دور کردن اون حال و هوای اندوه پیشنهاد دادم فری از میدون اشتتاباد بریم شیرموز، ها؟ فرهنازم خندید و موافقت کرد و به شرطی که بعدش تا خود دیوار رو گس کنیم. وقتی که به خونه رسیدیم خیلی واضح بود که اتفاق ناخوشایندی افتاده. همه ناراحت بودن. حتی امیرم کس کرده بود و به کنترل تلویزیون دخیل نبسته بود. این یعنی خبری بد. فرهناز از پدرم پرسید تیمور خان طوری شده؟ پدرم یک راست رفت سر اصل مطلب و گفت مرگ حقه، سیر جانی سکته کرده. و توی این فضای غمزده من به طرز مسخره‌ای به شهرام و خانمش فکر میکردم که تازه هفته پیش بعد از عروسی رفته بودن پاریس تا درست یک ماه آزگار ماه عسلشون رو بگذرونن. صبح زود همه آماده شدن که برای خاکسپاری راهی منزل خاله فرخونده بشن. خوشبختانه من مسئول نگهداری نقره بودم و لازم نبود که همراهشون برم. خدایی اصلا حوصله اطفارا و پوز و پوزکشی های خاله و مادرم و فضای حاکم رو نداشتم. یک ساعتی از رفتن اهالی خونه گذشته بود که نقره بیدار شد. بمانی بهش صبحانه داد و لباسش رو عوض کرد و من دستش رو گرفتم و بی هدف از خونه زدیم بیرون. چون که نقره اتوبوس سواری رو دوست داشت از همون میدون هفته تیر یک راست با اتوبوس تا میدون تجریش رفته. بعد از یه دوری توی میدون اومدیم پایین و رفتیم پارک ملت و بیشتر از یک ساعت با هم دویدیم و پریدیم و حسابی عرقمو در آورد. بعد با هم نهار خوردیم و یه تاکسی دربست گرفتم و تا خونه نقره توی بغلم خوابید. وقتی که از در خونه وارد حیاط شدیم دیدم امیر تو حیاط نشسته با صورتی درمونده و خیس از گریه. خیلی برام عجیب بود که امیر چرا اینقدر از فوت شوهر خالمون غم زده است. خب من دو چیز نمیدونستم. اولی این بود که خیسی صورتش در اون آن و دم برای آقای سیرجانی نبود. نقره رو بردم تو دست بمانی سپردم و اومدم ببینم امیر چه مرگش شده که کنار پله‌ها چادر و کفشای آناهی دو دیدم که روی زمین ولو بودن. رفتم حیاط و از امیر پرسیدم پس بقیه کجا هستن؟ امیر گفت آناهید بازم مثل شب عروسی حالش بد شد و من آوردمش خونه. بعد با ترس و اشک ریزون دستم و محکم گرفت و پرسید این چیه نیوا؟ نکنه خطرناک باشه؟ پس علت گریه‌هاش آناهید بود. بغلش کردم، سرشو توی سینم گرفتم و دلداریش دادم که نترس بابا، احتمالاً که یه حمله عصبیه. نترس امیر جانم، حتما که میبریمش دکتر. هر چیزی یه راهی داره. یادت باشه خانم جان چی میگفت؟ همه چیز چاره داره الا مرگ. بعد رفتم سراغ آناهید. با لباس خاکالود بیحال روی تخت افتاده بود و نمیتونست چشمای سرخ و ورم کردش رو باز کنه. از لای پلکا نگام کرد. کمکش کردم لباسش رو عوض کنه، دوش بگیره و دراز بکشه. پرسیدم وقتی که اینطوری میشی چطور شروع میشه؟ یعنی مثلا هفته پیش تو عروسی وقتی عروس و داماد از پله‌ها پایین میامدن تو اینطوری شدی؟ توی عروسی و شادی؟ اما امروز خاکسپاری بوده. هرچند آقای سیرجانی که دیگه قش و ریسه رفتن نداره بنده خدا. خودت چی فکر میکنی؟ خیلی طولانی فکر کرد و انگار خودشم تازه داشت نتیجه گیری میکرد. خیلی متعجب شروع به توضیح دادن کرد. اون شب عروسی رو میگم. وقتی که شهرام و شیرین از پله ها پایین میامدن ناخودآگاه یادم اومد که خانم جان برامون بارها تعریف کرده بود که اون سال زمستون سختی بود. اون شب برفی مونده بود کجا بره؟ منزل فرخونده یا منزل فائزه؟ هر دو پا به ماه بودن.
و توان انتخاب نداشته و دست آخر تصمیم میگیره تا اون شب و منزل خودش کنار آقا جان بمونه و فردا هر دو رو بیاره منزل خودش. اما صبح روز بعد سیرجانی و تیمورتاش به فاصله 20 دقیقه تلفن میکنن منزل خانم جان و خبر زایمان فرخنده و فائزه رو میدن. خانم جانم دو روز بعد هر دو دخترش رو پیش خودش میاره و تا حمام زایمون همونجا بهشون رسیدگی میکنه. و دنبالشم فکر میکردم که اگه رضا هم الان بود مثل شهرام، اگه رضا هم ازدواج میکرد، اگه رضا هم عروسی میگرفت، به حق حق افتاد اما ادامه داد، اگه رضا زنده بود، اگه رضا بود، کاشکی رضا بود. Merci.